بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا سيدتي ومولاتي يا فاطمة الزهراء يا بنت رسول الله يا سيدة نساء العالمين، أيتها المظلومة المقهورة المغصوبة حقها، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. مولاي مولاي ما سن الظلال سوى الأولى، مولاي ما سن الظلال سوى الأولى، هجموا على الطهر البتولة دارها. مولاي ما سن الظلال سوى الأولى، هجموا على الطهر البتولة دارها، منعوا البتول من النياحة مذغدة تنعى لها قريب
أراك تهاوى من أبنائها قطعت أمي يمينها ويسارها يا رضوا سليلة أحمد بالباب رضوا سليلة أحمد بالباب حتى أنبتوا في صدرها مسمارها عصروا ابنتي الهادي الأمين عصروا ابنتي الهادي الأمين وأسقطوا منها الجنين وأخرجوا كرارها قادوه والزهراء تعدو خلفهم قادوه والزهراء تعدو خلفهم عبرا فليتك تنظر فليتك تنظر استعبارها والغيب سود متنها سفيان فليتك تسمع استنصارها بويا بويا ضربني على عيوني وعماني ومن ضربته للقاع ذبني بويا بس ما رحت عني وعفتني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. من البركات والرحمات الإلهية أن هذا المجلس مملوء بالشباب الذين نور الله وجوههم بحب محمد وآل محمد. یکی از مهمترین برکت هایی که خدا به ما عطا داده این است که این مجلس پر از جوان هایی که خدا قلب اونها صورت های اونها را با ولایت اهل بیت منور کرده. كثير من الشباب يسألنا ما هو الطريق إلى الله؟ ما هو الطريق
القصير إلى الله. لعل كثير من الشباب يسأل يقول أنا أحب أن أروح إلى الله، أحب أن أتمسك بالله عز وجل، وأنا أسير في خطى أهل البيت سلام الله عليهم، ولكن ما هو الطريق إلى الله؟ الطريق الذي يوصلني وأنا سالم بدون تعب، بدون ما الإنسان يضيع. اليوم الطرق تضيع الآدمي، ونعوذ بالله، نعوذ بالله من مضلات الفتن التي حقيقة تارة تفقد الإنسان كل شيء، كل شيء، كل اعتباراته يفقده. شاید خیلی از جوان ها میپرسن راه برای خدا چیز کجاست؟ چه راهی باید بگیریم که زود ما به خدا برسیم؟ نزدیکترین راه به خدا چیست؟ خیلی ها دوست دارن کاری بکنن که واقعا کارشون موجب رضای خدا باشه و موجب قبول خدا باشه. چون امروزه راه ها زیاده، راه زیاد اعتبارم نداره. من حالا خدمتتون عرض کنم، به حاضرم هم قسم میدم، راه خدا نه ربطی به عمامه داره، نه به ریش، نه به این جبه، هیچ ربطی نداره. راه خدا یه راهیست، شاید یک فرد ناشناس، فردی که شما خیال میکنید اون فرد از خدا دوره، اون از ما نزدیکتره به خدا، چون خدا به قیافه های ما نگاه نمی کنه. روایت داریم ان الله ينظر الى قلوبكم ولا ينظر الى مظاهركم و وجوهكم. خدا نگاه می کنه به قلب انسان. الله عز وجل ينظر الى قلوب الناس، ما ينظر الى مظاهرهم. لذلك انت تروح للحج، لو كنت ثري ومليونير وكل ما عندك من جمال وأموال، يقول لك البس إحرام، الله ما يريدك أنت تجيب عطر وبشعر ومشط وجيل حاطم لابس ملابس عجيبة وغريبة. لا، الله يريدك تجي إلى بيته بقطعتين إحرام، أنت والبنغلاديشي والهندي والفقير والغني سواء عند الله. ليش؟ لأن الله ينظر إلى القلوب، ما ينظر إلى الأشكال. متوجهی؟ خدا چرا در حج؟ اگر شما پولدار باشید، فقیر باشید، فرزند بزرگترین شخصیت باشید، زیبا باشید، هر چیزی که داشته باشید، خدا از شما میخواد شما با دلونگ احرام بیایید و خدا به قیافه انسان نگاه نمیکنه، به موهای انسان نگاه نمیکنه، خدا به قلب انسان نگاه میکنه. لذا خیال نکنید ریش طولانی، عمامه بزرگ، اینا خیلی خدا را گول میزنن. هرگز خدا گول نمیخوره، چه بسا اونایی که عمامه داشتنم لغزیدن، اشتباه کردن. لذا حساب حساب قیافه نیست، حساب حساب کار و ارتباط با خداست. الحساب هو فی الواقع القضية قضية ارتباط بالله عز وجل، ليست قضية أشكال ومظاهر. ولذلك عدة روايات عندنا في هذا المقام. طاووس اليماني أحد أصحاب الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول بين أنا أطوف بالليل، أطوف بالحرم يعني في مكة، في جوف الليل، ذاك الوقت ما في كهرباء، وإذا بي أرى علي بن الحسين يطوف في جوف الليل، فلما رمق نظر لم يرى أحدا ينظر إليه، رمق السماء بطرفه، ثم جعل يقول إلهي عبيدك ببابك، إلهي مسكينك بجوارك، إلهي نامت عيون أنامك وغلقت الملوك أبوابها ووقف عليها حجابها، وأبوابك مفتحات للسائلين، أسألك أن تغفر لي خطيئتي وتريني وجه جدي محمد صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وآله.
في عرصات القيامة ثم يقول: إلهي ما عصيتك حين عصيتك وأنا جاحد بربوبيتك، ولكن خطيئة سولت لي وأعانني عليها ذلك، سترك المرخى علي، فالآن من عذابك من يخلصني؟ ومن أيدي الخصماء غدا من يستنقذني؟ وبحبل من ألتجئ إن أنت قطعت حبلك عني؟ ثم يقول: سقط على الأرض، سقط مغميا عليه. يقول طاووس اليماني: جئت إليه بشيء من الماء نضحته على وجهه أفاق. قال: أنت طاووس؟ قلت: نعم. قلت له: يا ابن رسول الله، أنت تقول هذا الكلام؟ أنت تبكي حتى يغمى عليك من خوف الله؟ قال لي: يا طاووس، إن الله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. هذا الإمام زين العابدين. إمام زين العابدين روايات هس طاووس يكي از اصحاب امام زين العابدين، با امام زين العابدين زندگی میکرد. ایشون گفت: من در دل شب دیدم امام زين العابدين طواف میکردن، وسط طواف امام زين العابدين کسی را ندیدن، دیگه نگاه نمیکنن به ایشون، شروع کرد مناجات با خدا: خدایا، همه پادشاه ها، وزرا، شخصیت ها درهاشون را بستن، فقط دری که بسته نمیشود در توست. خدایا کجا برود؟ انسان هر جا که بین رود از دست خدا فرار نداره، مگر اینکه به خدا. بعدم به خدا قسم میده که صورت پیغمبر را در قیامت ببیند، گریه گریه تا افتادن روی زمین. طاووس میگوید: من آب آوردم پاشیدم به صورت امام، امام زین العابدین باز کردن چشمشون. من به اون به امام فرمودم، گفتم: یا ابن رسول الله، شما فرزند رسول خدا، شما انقدر گریه میکنید، خب وای بر ما، ما چی میگیم؟ اگر شما فرزند رسول خدا، امام معصوم، انقدر گریه میکنید از ترس خدا، ما چی میگیم؟ گفت به من: ای طاووس، بدان که خدا بهشت را آفریده برای هر کس که از خدا اطاعت کنه، حتی اگر یک عبد حبشی، یعنی یک برده حبشی باشد، اهل حبشه، اهل آفریقا. و خدا جهنم را آفرید برای هر کسی که معصیت می کند، حتی اگر سید قرشی باشد. خدا با کسی تعارف نداره، اطاعت می کنید، راه خدا را گرفتید، بهشت. راه خدا دور شدید، هر چی باشید، هر کسی که می خواد باشه، از خدا دور میشه، هیچ، جهنم میره. این حساب خدا، حساب خدا یک حساب دقیق، صراط المستقیم، استقامت داره. لذا اسأل الله عز وجل دائما ان يوفقنا لاتباع سنة نبيه وللعمل بطاعته وللاجتناب عن معصيته. از خدا همیشه بخواهید که طاعت، عمل به سنت پیغمبر و به خدا نزدیک، کاری انجام بدیم که به خدا نزدیک شویم. هذه الايه الله عز وجل يقول: واني لغفار. هاي اول عباره. شنو الغفار؟ الغفار صيغه مبالغه من الغافر. غافر اذا خليناه لصيغه المبالغه يصير غفار. يعني شنو؟ يعني مرة يغفر، مرتين، ثلاث مرات، أربع مرة، ستين مرة، سبعين مرة، مئة مرة يغفر. هذا يسموه غفار، الذي يكثر المغفرة يسموه غفار. لذلك الله من أسماء الله عز وجل الغفار. الغفار يعني يغفر الذنوب مرة، مرتين، تتوب أنت، مرة ثانية تتوب، مرة ثالثة تسوي ذنب، التوب توبة حقيقية، الله يغفر لك. هذا معنى الغفار. خدا در این آیهی که در سوره طه آیه 82 می فرماید: من غفارم و انی لغفار. غفار در زبان عربی در نحو میگن صیغه مبالغه است. صیغه مبالغه یعنی چی؟ یعنی نه یک بار مغفرت میکنه، نه دو بار، نه سه بار،
بارها مغفرت میکند. متوجهید؟ غفار بر وزن فعال، فعال یعنی نب یک بار و دوبار انجام میده، بارها انجام. یعنی خدا بارها اگر شما گناه میکنید استغفار کنید خدا مغفرت میکنه. لذلك الطريق، النقطة الأولى، الأساس الأول في أن نقترب من الله عز وجل، وإني لغفار لمن تاب. هذا أول شيء، أول أساس أن الإنسان يتوب، يستغفر الله عز وجل، يتوب من ذنوبه، يتوب من معاصيه. أساس أول براي نزديك شدن بخدا، أول بايد إنسان توب كنا. وإني لغفار لمن تاب. تاب يعني توب كرد. توب كردن خب ما معصوم نيسيم. كسي هس هلا أمروز معصومة غير زي إمام زمان. كسي هس معصومة؟ ما معصوم نداني. ما فقط يك معصومي دار إن زمان يك معصوم دانيم وأون إمام زمان سلام الله عليه. بقية ما شي هسيم گناهکاریم، بقیه ما همه گناهکاریم، یعنی معرضیم برای گناه کردن. یعنی از ما صادر میشه گاهی، حالا چه بعضی ها کم، بعضی ها زیاد، بعضی ها یکی، بعضی ها یه میلیون گناه. خب همه من آدم های گناهکاریم، حالا چه یه نفری که یک گناه میکنه چه یه میلیون گناه، همه من گناهکاریم. اما خدا در توبت را باز کرده، در توبت همیشه بازه. خدا دوست داره بنده حتی اگر گناه کرد زود توبه کنه. کسی که زود توبه کنه خدا توبهش را قبول میکنه. التوبت باب مفتوح. الله عز وجل في آیات عدیده، الان موضوعنا مو فقط التوبه، في آيات عديدة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. في آيات عديدة الله يحثنا على التوبة، أن نتوب توبة نصوحة، أن نتوب إلى الله عز وجل من ذنوبنا من معاصينا. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله يتوب على العبد قبل أن يموت، إذا تاب قبل أن يموت بسنة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وإن السنة لكثير، إن الله يتوب على العبد قبل أن يموت إذا تاب بشهر. ثم قال رسول الله وإن الشهر لكثير، إن الله يتوب على العبد إذا تاب قبل أن يموت بأسبوع. ثم قال وإن الأسبوع لكثير، إن الله عز وجل يتوب على العبد إذا تاب قبل أن يموت بيوم. ثم قال رسول الله وإن اليوم لكثير، إن الله يتوب على العبد إذا تاب قبل أن يموت، إذا تاب قبل أن يموت بساعة، بساعة قبل أن يموت الله يتوب عليه. ثم قال رسول الله وإن الساعة لكثير، إن الله يتوب على العبد إذا تاب قبل أن يموت قبل أن تصل روحه ها هنا. وأشار رسول الله إلى حلقومه، إلى هذا المكان. إذا تاب العبد توبة حقيقية الله عز وجل يتوب عليه. بالله عليكم، بعد أكثر من هذه الرحمة، أكثر من هذا الباب المفتوح إلى هذه الدرجة، وإحنا في غفلة، احنا في نسيان. پیغمبر اکرم سلام الله علیه فرمودند اگر بنده توبه کند قبل از مرگ خود، خدا توبه او را به یک سال قبول می کند. بعدا فرمودند یک سال زیاده. اگر توبه کند قبل از مرگ خود به یک ماه، خدا توبه او قبول. بعدا فرمودند یک ماه زیاده. اگر توبه کرد یک هفته قبل از مرگ خود، خدا توبه او قبول میکنه. بعدن فرمودن یه هفته هم زیاده، یک روز. بعدن فرمودن یک روز هم زیاده. فرمودن یک ساعت قبل از مرگ اگر انسان توبه کند، خدا توبه او را قبول میکنه. بعدن فرمودن یک ساعت هم زیاده، اشاره کردن اینجا. فرمودن اگر انسان تا
توبه کند قبل از مرگ خود، قبل از که جان او به اینجا برسد، خدا توبه او را قبول میکند. ببینید چه رحمتی، چه اسلامی داریم، چه خدای مهربانی داریم. اما ما رومونو برمیگردانیم، رومونو برمیگردانیم. در دعای افتتاح میخونید انک تدعونی فاولی عنک وتتحبب الي فاتبغض اليك وتتودد الي فلا اقبل منك، كان لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الاحسان لي. دعاي افتتاح ميخونيد در ماه رمضان. ميدونيد امام چي ميفرمايد؟ ميگه خدا چقدر با ما مهرباني ميكنه، چقدر به ما نعمت ميده، خير ميده، هر ما را صدا میزنه ما رومونو برمیگردونیم از خدا. آیا شایسته است ما در مقابل خدا اینطوری کنیم؟ حداقل مثل پیغمبر، امام ها، مثل اونام نمیشیم، اما اینطوری نشیم که رومونو برگردونیم از خدا. اینقدر خدا مهربانه. المرحلة الأولى هي التوبة. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم وعلى سائر المؤمنين. التوبة ضرورية، نستغفر الله عز وجل. وكم وكم هسه الآن إحنا نطلع نيجي برا، كم من المعاصي والذنوب تتجمع. لذلك ورد في الحديث أن الإنسان المؤمن إذا أذنب واستغفر الله بعد ذنبه بسبع ساعات غفر الله له. هذا مو أنا أقولها، بالكافي الإمام يقول. يعني لو استغفر من ذنبه، استغفرت مغفرة حقيقية. تدرون هي المغفرة؟ الندم مغفرة، الندم توبة. الإمام يقول الندم توبة، أن يندم على ما صدر منه. پشیمان شدن توبه است. إمام می فرماید کسی که پشیمان شود بر کاری که کرد، گناهی که کرد، همین توبه است. خدا توبه او را قبول میکنه. روایت هست که اگر 7 ساعت بعد از گناه انسان توبه کنه، خدا توبهش را قبول میکنه. اون گناه به ملائکه میگه اون گناه را ننویسید در دفتر اعمال او، در کتاب اعمال او اون گناه را ننویسید. چقدر خدای ما مهربان. البته من اینو نگم که جوانها خیال کنن گناه کنن و حالا زود توبه کنه، یعنی استغفر الله میکنه. نه، توبه کردن یعنی پشیمان شدن، یعنی تصمیم گرفتن که دیگه اون گناه را انجام نده. اگر انسان تصمیم میگیره که من دوباره میخوام این گناه را انجام بدم، توبه نیست. اگر 1000 بار بگه در به زبانش استغفر الله، اما تصمیم داره فردا همون گناه را انجام بده، توبه نیست. توبه یعنی پشیمان شدن و تصمیم گرفتن که اون کار را دیگه انجام نده. التوبة هي أن الإنسان يندم على ما فعل ويصمم على أن لا يأتي بذلك الذنب، يعني ينوي في قلبه أن لا يأتي بذلك الذنب. هذه التوبة. زين، الخطوة الأولى وإني لغفار لمن؟ لمن تاب أولا، ثانيا وعمل صالحا. العمل الصالح يجبر الذنوب والمعاصي. يعني الإنسان إذا عنده ذنوب ومعاصي الآن يريد يتوب، شلون يتوب؟ يأتي بالأعمال الصالحة، يأتي بالعمل الصالح. العمل الصالح يغفر الذنوب. هاي خصوصية العمل الصالح أن الله يغفر. يكي أز مهمترين چيزاي كخدا قناهان إنسان رامين بخشة عمل صالح، يعني هر كار خيري كأنجام دهد خدا قناهانش را میبخشه. مثلا یه جوانی میخواد ازدواج کنه، پولی نداره، شما یه 2000-3000 دلار دارید، میتونید کمکش کنید. میگید من برای خدا به خاطر این یه جوان گناه نکنه، به خاطر اینکه 2 فرد اینها ازدواج کنند. میدونید چقدر ثواب داره که شما دو سر یعنی مرد و زن را جمع کنید، ازدواج شرعی، اینها را چقدر ثواب داره پیش خدا. و
و باور کنید ثواب او بیش از نمازهای مستحبی، روزهای مستحبی. انسان به یه جوان کمک کنه که ازدواج کنه. بعضی از جوانها میگن متاسفانه خیلی خانواده ها سخت میگیرن برای ازدواج. اینطوری نکنید برادر و خواهران. انسانی که دین داره، ایمان داره، مسائل ازدواج را باید تسهیل شود، باید به آسونی بگیرن، سخت نگیرن. چون شما اگر سخت گرفتید خب اون جوان ازدواج نمیکنه، میفته در گناه، در معصیت. شما هم شریک هستید، شما هم شریک هستید. مخصوصا پدرها، مادرها باید آسون بگیرن در ازدواج فرزندانشون، کمک کنن، نباید گره بذارن، نباید در مقابل اونها بهانه یا فرض کنید بیان خواسته های عجیب و غریب بخون. خب یک جوانی که در این مملکت میخواد درس بخونه، میخواد زندگی کنه، از کجا ماشین بیاره؟ از کجا یه خونه حسابی بیاره؟ از کجا مثلا؟ اینا یه چیزایی باید مردم درک کنن، آسون بگیرن که خدا کار اونها را آسون بگیره. العمل الصالح له نماذج كثيره وكثيره، منها تسهيل امور الزواج. واحد يسهل امر زواج احد الشباب، تدرون هذا ثواب كثير وكثير عند الله، ان الانسان اذا جمع بين راسين في سبيل الله حتى هذا الشاب لا يعصي الله عز وجل، يروح يتزوج يكمل نصف دينه. فكلما جاء من عمل انت شريك بعمله، لأن من تزوج فقد أحرز نصف دينه، نصف دينه. از جمله روايتي كامروز خواندم برای بعضی از رفقا، روايتي دیدم از امام حضرت صادق سلام الله علیه، میفرماید امام صادق داشتن از اتاقشون میرفتن به دستشویی. این روایت در کافی وجود داره. امام یک تکه نون، یک قطعه نون را تو زمین دیدن، برداشتن. امام اون قطعه نون را برداشتن، فوت کردن، پاکش کردن. خادم داشتن، امام فرمودن دستت بگیر من برم دستشویی که اونو بیام بیرون بخورم. امام دادن دست خادم، امام رفتن دستشویی، اومدن بیرون، گفتن به خادمشون تکه نون کجاست؟ خادم گفت من خوردم یا ابن رسول الله، من اون تکه رو خوردم. امام فرمودن آفرین به تو، بدان که این تکه نونی که خوردی از زمین برداشتی، از 70 مرض خدا شما را حمایت میکنه و دور میکنه از شما. یک تکه نون خدا چقدر معجزه قرار داده در یک تکه نونی که تو زمین افتاده، به خاطر اون که انسان نعمت خدا را احترام بذاره، مخصوصا به نون، مخصوصا به نون. علينا ان نحترم نعمت الله عز وجل. روايه نقلتها، الامام الصادق سلام الله عليه خرج من حجرته ليذهب إلى البيت المستراح، فرأى قطعة من الخبز على الأرض، رفعها الإمام، نفخها، نظفها، قال لخادمه خذها أذهب إلى بيت الخلاء حتى أطلع أكلها، ما كان يريد يأكلها قبل. ذهب الإمام، طلع، يقول الراوي يقول الإمام قال لخادمه أين الخبز؟ أين تلك القطعة الكسرة؟ قال أكلتها يا ابن رسول الله. قال له هنيئا لك، إن الله دفع عنك 70 مرضا بهذه الخبزة. شاید بعضی ها خیال میکنن ما مبالغه میکنیم، به خدا قسم این روایت در کافی از امام صادق سلام الله، از امام صادق نقل شده. یعنی خدا قدرت نداره با همون خاکی، خاک تربت امام حسین از همه مرضها شفا میده، خدا قدرت نداره در اون نون هم اینطوری بذاره؟ قدرت داره یا نداره؟ 100% خدا قدرت داره. این کار خیر،
این کار که خدا دوست داره، العمل الصالح الذي يحبه الله عز وجل، لأن الله أمم أهلكها بكفر النعم، لأنها كفرت، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يكسبون. أمم الله عز وجل، هاي سبأ، مو الله يذكر قصتها في القرآن الكريم. ليش كفروا بأنعم الله؟ لأن كانوا الخبز يرمونه، بعدين قاموا كانوا أكو في الرواية عن الإمام كانوا ينظفون أولادهم بالخبز، سووا منه جبل، إلى أن جاءهم السيل العرم، الإمام يقول حتى اضطروا أن يأكلوا ذلك الخبز، اضطروا أن يأكلوا ذلك الخبز. الله يصفع صفعات الله عز وجل، صفعات الله صفعات قوية، نستجير بالله، نستجير بالله. لذا برادران هر كار خير شما در این مجلس امام حسين در همین هيئت، بعض از جوانا من واقعا غبطه میخورم برای اونها که انقدر خدمت میکنن در مجلس امام حسين، چقدر ثواب داره انسان از دیگران خدمت کنه. یه روایتی دیگر نقل شده از دو برادر، اینها راهی مکه شدن، رفتن به حج، قبل از که برسن به مکه رسیدن به مدینه، رفتن زیارت امام باقر سلام الله علیه صلوات الله و سلام. این دو برادر وارد شدن بر امام باقر، یکی از برادرها گفت ابن رسول الله ما دو برادریم، این برادر من عابد زاهد قاری قرآن خداشناسه، اما من متاسفانه خیلی نماز و عبادت و اینا نکردم، من هرگاه که می رسیدیم به جایی خیمه رو من می زدم، غذا من درست می کردم، من از او خدمت می کردم، ثواب دارم یا ندارم؟ امام باقر فرمودن به خدا ثواب تو از اون برادرت بیشتر، ثواب تو که از او خدمت کردی ثواب تو از او بیشتر، چون خدا دوست داره بنده ای که به دیگران خدمت کنه. خب من نماز میخونم به خودم خدمت کردم، اما وقتی که به دیگران خدمت کنم اون ارزش که من خادم دیگران باشم، من به دیگران خدمت کنم، این کار، این عبادت بهش میگن. اثنین من الاخوان سافرا الى الحج، ذهب إلى المدينة في طريق الحج، التقيا بالإمام الباقر سلام الله عليه، أحدهما قال يا ابن رسول الله هذا أخي قاري قرآن يعبد الله يصلي عابد، أنا ما عندي هالعبادة، بس كلما نزلنا منزلا، يعني في الطريق من الكوفة إلى المدينة شهر، كلما نزلنا منزلا أنا كنت أقوم على خدمته، أنا لي ثواب، أنا كنت أطبخ أسوي الأكل، أنا أنصب الخيمة، أنا أجيب له ماي، أنا إلي ثواب ولا لا؟ فأقسم له الإمام أن ثوابك أكثر من ثوابه، أنت ثوابك أكثر من ثواب ذاك العابد. ليش؟ لأن الله يحب العبد الذي يخدم الآخرين، أحب لنفسك ما تحب لغير، أحب لغيرك ما تحب لنفسك. أما أنا بس أصلي وأصوم دا أخدم نفسي ما دا أخدم الناس، يوم اللي أخدم الناس ذاك الوقت أنا تعتبر عبادة. لذا برادران خاهران خوب گوش بديد، هر كار اجتماعي كخدمت بديگران داشته باشه ثوابش از عبادتهاي خصوصي بيشتره. يعني شما فقط دعا بخونید، قرآن بخونید، نماز شبتون رو بخونید، اینا خوبه، عبادته، اما کارهایی که خدمت به دیگران ثوابش بیشتره، چون پیغمبر یه قاعده ای گذاشتن، فرمودن احب لاخیک ما تحب لنفسک، این بهش میگن عبادت، این بهش میگن عمل صالح. لذا برادران عزیز ببینید همین جمعیت، همین خدمتی که
من میبینم بعضی گاهی از برادرها یه خدمتی میکنه، بقیه نشستن یه نفر خدمت میکنه، یه نفر چای میده، یه نفر غذا میده، یه نفر آب میده، یه نفر بلنگو رو درست میکنه، یه نفر اینترنت رو درست میکنه، یه نفر بلنگو داره عکس میگیره. این کارهای اجتماعی ارزش داره پیش خدا، چون این وحدت مردم رو نشون میده. دل به دل این نشون میده که ما نزدیکیم به خدا. چرا نماز جماعت از نماز انفرادی ثوابش بیشتره؟ چون نماز جماعت با هم دیگه خوانده میشود. نماز جماعت یعنی من با اینی که بغل دستمه با هم داریم عمل میکنیم، با هم حرکت میکنیم، لذا خدا دوست داره. اما اگر تنهایی باشه انسان به اون ارزش نیست. لذا ثواب نماز جماعت، روایت داریم اگر امام جماعت با مأمومین 10 نفر شدن، لا يعد ثوابهم لا يحصي ثوابهم الا الله عز وجل، دیگه هیچ کس نمیتونه ثواب اونها را بشمره مگر خدا. اذا تجاوز الامام والمأمومین 10 لا يحصي ثوابهم الا الله عز وجل. ليش؟ لان صلاة الجماعة هو في الواقع توافق، يعني انت ويا اللي وياك تتأدون عمل واحد، اما اذا وحدك توقف تصلي ما به هذا الثواب. لذلك اي عمل اجتماعي ثوابه اكثر من الاعمال الفرديه في الاسلام، هاي قاعده. واني لغفار لمن تاب وامن ايمان وعمل صالحا ثم اهتدى. هسه نجي إلى الهداية. لذلك شنو صار؟ الطريق إلى الله، أقصر الطرق إلى الله الإيمان، الإيمان بالله، بالكتب السماوية، بالملائكة، بالقرآن. لا تعترض على الله، الإيمان يعني لا تعترض على الله. لا تقول ليش المرة، تقول ليش الله أمرني بالحجاب وذني الاستراليات مصلخات، ليش أنا لازم أصوم شهر رمضان وذولا يأكلون ويشبعون فلان. الاعتراض على الله عز وجل يعني ما مؤمن. الإيمان يعني التسليم لأمر الله عز وجل، يعني أنا كل ما الله يريد مني. يقال أن الله قال لموسى، أنت يا موسى تعرف لماذا اتخذك الله خليلا؟ تدري أنت ليش صرت خليل الله؟ قال لا إله ما أدري. فأوحى الله إليه، مضمون الرواية، أن رأيت قلبك مسلما لأمر الله، تسليم، تسليم 100% لأمر الله. الله يقول له امشي، هاي الحية يلزمها يلزمها، روح الفرعون، فرعون حاكمة بالإعدام، يقول له روح الفرعون أروح الفرعون. هذا التسليم. إبراهيم الخليل ليش وصل إلى تلك المرتبة، مرتبة يا نار كوني بردا وسلاما على، تسليم، تسليم لأمر الله. الله قال له خلاص. لذلك الله يحب العبد الذي يسلم أمره إلى الله. خدا چرا پیغمبران خدا اینا چرا چرا قصه هایشون را برای ما نقل میکنه؟ چرا حضرت ابراهیم خدا میفرماید ما او را در آتش از آتش نجات دادیم، یا نارکونی برد؟ چون راز ابراهیم تسلیم به امر خدا بود. هر چیزی که خدا از او میخواد خلاص، خلاص. خدا به حضرت ابراهیم گفت همین دختر جوان، همین همسر جوانت با فرزندی که چند روز به دنیا آمده، اینها را ببر در صحرا بنداز، در صحرا هیچ کس نیست. روایت داره وقتی که براق آمد به مکه و رسید حضرت ابراهیم، مکه چیزی نبود، دره. رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بيتك المحرم، چیزی نداشت، زرعی نداشت، آبی نداشت. هاجر پرسید از ابراهیم، یا ابراهیم چه کار میکنی؟ گفت من میرم، شما را میذارم. میمونی ای هاجر؟ میمونی؟ ببینید همسر او. گفت ای ابراهیم، اینی که شما من آوردی اینجا با این بچه به امر کی بود؟ به امر اون خدایی که تو را از آتش نمرود نجات داد؟ گفت بله والله.
گف برو به سلامت، من میمانم اینجا، من میمانم در همین دره، آبی نیست، من میمانم. رضا چی شد؟ همین ابراهیم گذشت رفت. این زن برداشت دوید این طرف این طرف بین صفا و مروه، تا دید یک دفعه آب از زیر پای بچه آمد و آمد هاجر زمزم زمزم آب را جمع کرد. اللهم صل على محمد. هذا هو التسليم لأمر الله. تسليم لأمر الله. هاجر عندما جاء بها إبراهيم إلى مكة ما كان في أحد، واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. قال لها إبراهيم تبقين يا تبقين هنا؟ قالت نعم. هذا بأمر من؟ بأمرك أم بأمر ربك؟ قال لا والله بأمر ربي. قالت ذلك ربك الذي أنقذك من نار نمرود؟ مو ذاك اللي قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم؟ قال نعم. قالت انصرف، أنا أبقى في هذه الصحراء. ذهب إبراهيم، هذا الطفل الرضيع عطش، جعل يبكي يبكي، جعلت تعدو بين الصفا والمروة. فجأة رأت الماء بين قدمي هذا الطفل نبع كأنه عنق بعير، فجعلت تجمع الماء وتقول زمزم زمزم. هذا هو التسليم لأمر الله، إن تسليم بأمر خدا. لذا تعجب نكونيد أجر أهل بيت إمام حسين رفتن كربلا. هلا بعضي از إنائي كإيمانشون ضعيفة ميگن إمام حسين رفته بود بخاطر خلافت، به خاطر منصب، به خاطر چی؟ بعضیا از اونایی که بی‌معرفتن به از اهل بیت دورن، بعض خط اهل بیت. امام حسین برای او همه چی واضح بود، همه چی. روایت داریم بخونید، علامه می‌فرماید امام حسین شب عاشورا، شب عاشورا نشان دادن به اصحابشون مقامشون در بهشت، مقامشون را نشان دادن در بهش. این معنیش تسلیم به امر خدا، تسلیم. ابراهیم علیه السلام عندما شب ولده اسماعیل امره الله عز وجل بذبحه، قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إبراهيم وقتي كفرزان بعد از إنك پیر مرگ بود، ميدونيد إبراهيم 90 سالش بود، خدا به هو فرزان داد. خودش ميگه در قرآن الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. على الكبر عاقر بود زنش، اما وقتي که 90 ساله شد خدا به هو إسماعيل وإسحاق داد. این اسحاق بعد از سالها 18 سال شد، خدا امر کرد به ابراهیم این فرزند را باید ذبح کنی. سبحان الله، کدوم پدر میتونه این امتحان را انجام بده؟ کدوم پدر؟ آمد گفت به فرزندش من دیدم در خواب فرزند. ببینید ایمان اسماعیل، گفت یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. پدر هر چی خدا امر میکنه انجام بده، من صابر هستم، من از جمله صابرین هستم. هكذا لذلك اخرجه الى المذبح، اخرجه الى المذبح. اقرأ في التاريخ عندما أراد أن يخرج به إلى المذبح في منى أخرج معه سكينا، سكين معه مدية، مدية أخرج مدية وأخفاها تحت ثوبه. قال له إسماعيل أبا لماذا أخفيتها؟ ليش؟ قال حتى لا تراها أمك هاجر، أخاف هاجر تنظر إلى السكين وتعرف ماذا أريد أن أصنع فيتأخر أمر الله عز وجل.
هذا أمر الله اللي أمرنا يتأخر. وقتی که اسماعیل با ابراهیم خواستن برن به کشتارگاه، ابراهیم چاقوی بزرگی برداشتن اما مخفی گذاشتن زیر پیرهن. اسماعیل پرسید پدر جان چرا اونو مخفی کردی؟ گفت میترسم مادرت ببینه و اگر دید میترسم امر خدا تأخیر بشه. ببینی چه مقامی، در چه مقامی بودن، میترسم امر خدا تأخیر بیفته. رفتن چند قدم در منا، شیطان در مقابل اونها آمد. تمثل له الشیطان، ماذا تصنع یا ابراهیم؟ تذبح ابنک؟ هذا ابنک اللي انت 70 سنة 80 سنة تدعو الله، الان الله اعطاك ولد تذبحه؟ فاخذ كفا من الحصباء ورمى بها وجهه. اومد شیطان گفت ابراهیم چیکار میکنی؟ 90 سال خود بچه نداشتی، حالا که بچه داری میخوای بکشی؟ ابراهیم برداشت یه مقدار از سنگهای زمین و زد به صورت شیطان. تقدم نحو المذبح، تمثل له الشیطان مرة ثانية، قال له يا ابراهیم ماذا تقول لأمه اذا عدت وحدك، ماذا تجيب أمه؟ عرف إبراهيم أن هذا الشيطان يوسوس له، فأخذ كفا من الحصباء ورمى بها وجهه. دوبارة شيطان آمد قف أي إبراهيم بمادر او چي ميگي اگر او را کشتي؟ بر ميگردي ميگي من پسرم را کشتن؟ إبراهيم فهمید اون شيطان داره وسوسه ميکنه، برداشت سنگها را زد بصورت او. بار سوم آمد شیطان ایستاد گفت ای ابراهیم چه کار داری میکنی؟ دیوانه هستی؟ یه جوان را میکشی؟ دوباره سوم شیطان ابراهیم سنگها را زد به صورت شیطان. خدا بر ما واجب کرد که ما باید شیطان را سه بار بزنیم در منا. فی المرة الثالثة کذلک، اخذ کفا من الحصباء ورمى بها وجهه حتى إذا وصل إلى المذبح، إلى مكان الذبح، هنالك قال بني تقدم لأذبحك، هل عندك وصية بني؟ إسماعيل تحب أن توصي؟ فرزندا بسيتي داري مخي وسيات كني قبل أسك بكشم ترى بكشم ذبح كنم؟ قف بلى بدر جان سبسيات دار. وصیت اول که دست و پای منو خوب ببند قبل از که منو بکشی. گفت فرزندم چرا میترسی از مرگ؟ گفت میترسم دست و پا بزنم، تو پدر هستی، میترسم اون عاطفه پدری تو را بگیره و امر خدا تأخیر بشه. خدا میدونه این حرفهای اسماعیل چیکار کرد با ابراهیم. گفت وصیت دومم دارم پدر جان، اگر خواستی منو ذبح کنی از قفا ذبح کن، از پشت، از اینجا ذبح نکن. پرسید چرا فرزندم؟ گفت میترسم چشمام بخوره به چشمای شما، شما عاطفت پدری دارید، میترسم امر خدا تأخیر بشه. به صورت من نگاه نکن وقتی که منو ذبح کنی. گفت پسرم وصیت سومی، گفت سومی این پیرهنم را برای مادرم ببر، من با مادرم خدا حافظی نکردم، این پیرهنم را به مادر ببر که هرگاه مادرم منو شوقی پیدا کنه به من، بوی منو از اون به مشامش برسه، از اون پیرهن. سأله إبراهيم قال يا إسماعيل أعندك وصية؟ قال نعم عندي 3 وصايا، الوصية الأولى أربط يدي ورجلي. لماذا بني؟ قال أخاف أن أضطرب فتأخذك عاطفة الأبوة فيتأخر أمر الله عز وجل. وصيتي الثانية إذا أردت أن تذبحني فاذبحني من قفاي. قال لماذا؟ قال أخاف أن تقع عينك في عيني فيتأخر أمر الله عز وجل.
الله يعلم ما هذه الكلمات صنعت بقلب إبراهيم. قال: أما وصيتي الثالثة فخذ قميصي هذا لأمي، أنا ما ودعت أمي، خذ لها قميصي حتى كلما تشتاق لي تشم قميصي هذا. أما إبراهيم أمر الله، فلما تله ولما تله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. هنالك إبراهيم عليه السلام ضرب، أخذ السكين المدية وضعها على نحره ما عملت، فضرب بها حجرا فانكسر الحجر، فأنطق الله المدية، السكين نطقت، قالت: الخليل يأمرني والجليل ينهاني. عرف أن إبراهيم أن هذه معجزة من الله. ونزل جبرائيل بذلك الكبش من السماء وفديناه بذبح عظيم. ونجابود كحزرة إبراهيم بختك خاص سرب فرزند خدرا ببره، دي چاقو عمل نمیکنه، چاقو دیگه حرکت نمیکنه، با همون چاقو زد به سنگی، سنگ شکافته شد. خدا زبان اون چاقو صحبت کرد، گفت: خلیل خدا یعنی حضرت ابراهیم به من امر میکنه، اما جلیل که خداست منو نهی میکنه که منو نبرم. اونجا متوجه شد ابراهیم که اون معجزه خدا بود. جبرائیل از آسمان آمد به همون گوسفندی که از بهشت آمد و او را ذبح کرد به جای فرزند خود. انا اعلم ان قلوبكم الان اين ذهبت الى كربلاء الى ذلك الذبح العظيم الذي يقول الامام الصادق: الذبح العظيم هو الحسين عليه السلام. امام صادق می فرماید و فدیناه به ذبح عظیم، اون فدین ذبح عظیم امام حسین بود که خدا به جای اون معجزه اسماعیل خاص فرزند رسول خدا حسین کشته شود و حسین در اون راه خدا قربانی شود. فداء لک یا ابا عبدالله، فداء لك يا ابن رسول الله. امام حسين بر زمین افتاد و زینب وقفت على التل الزینبی نادت و محمدا و علیا يا رسول الله سيدك بالعراء محزوز الرأس من القفايا مسلوب العمامة والرداء ونحن بناتك سبايا وإلى الله المشتكى. زینب در اون ساعت در اون لحظه که سید الشهدا بر زمین کربلا افتادن از همون جا صدا زدن: وا محمدا یا رسول الله، فرزند تو حسین بر زمین کربلا سر بریده، بدن مسلوب، ما دختران تو یا رسول الله اسیر در مقابل این دشمنان. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا ابن رسول الله. هذا الشاعر يربط بين كربلاء وبين مفاجعة الزهراء سلام الله عليها. يكي أس شعراء
در دو بیتی که دارد میگوید اگر واقعا فاجعه حضرت زهرا در مدینه نبود کربلا هم نمیبود، اما چون اون ظالم و اون ستمکار شروع کرد در مدینه و به بی بی زهرا ظلم کرد، اون ظلم به امام حسین رسید. تالله ما کربلا لولا السقیفه والاحیاء تعلم لولا النار ما الحطب كف بها امك الزهراء قد ضربوا هي التي اختك الحوراء بها سلبوا ان شاعر بفرمايد همون دستي كتجاوز كرد بي بي زهراء البنین هم نقل شود، چون من میدانم همه شما حاجت دارید. بی بی ام البنین باب الحوائج، هر کس که حاجت دارد به ام البنین توسل کند، خدا حاجت های او را برآورده می کند. وصل الامام زین العابدین الى مشعر فی المدینه، زينب رأت مدينة جدها، جعلت تقول مدينة جدنا، مدينة جدنا لا تقبلينا، فبالحسرات والأحزان جينا، خرجنا منك بالأهلين جمعا، رجعنا لا رجال ولا که به مدینه رسیدن. بی بی زینب چشمشون را به مقام پیغمبر افتاد، همونجا شروع کرد گله کردن: یا رسول الله، یا رسول الله، ای مدینه رسول خدا، ما را قبول نکن، ما با حسین و برادران، با ابوالفضل و برادران از این مدینه خارج شدیم، اما حالا تنها برگشتیم. امام زین العابدین گفتن به بشر بن حضلم: وارد شو مدینه، خبر بده به مردم که امام حسین شهید شدن. دخل بشر بن حضلم الى المدینه و هو ينادي يا اهل يثرب لا مقام لكم بها، اي اهل مدینه برید بیرون، مقامی ندارید در مدینه، چرا ای بشر؟ گفت امام حسین شهید شده در کربلا، یا اهل یثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسین فأدمعی مدرار، ار الجسم منه بكربلا مضرج، والراس منه على القناة يدار، بدنه در كربلا اما سر بريد الشهر بالشهر. ايوا حسينا وسيدا، همي اهل مدينة راوی میگوید حتی زنها، هیچ کس در مدینه در خانه ها باقی نشد، همه رفتن بیرون. صدا میزنن: ای بشر چه خبر؟ کجا هستن خاندان پیغمبر؟ خرج اهل المدینه یسالون: وصل بشر عند قبر رسول الله صلی الله علیه و آله،
بينما الناس مجتمعين حول بشر يقول افترق الناس نصفين، جاءت امرأة طويلة وعلى كتفها طفل صغير وهي تقول يا بشر أين الناعي ريحانة رسول الله؟ يقول بش سألت عنها قالوا هذه أم البنين، هذه أم العباس وإخوة العباس. بش ميقول من داشتم با مردم صحبت ميكردم ديدم يك خانوم قد بلند يه بچه كوچيك را بر چانه او آمد صدا میزد عین الناعی ریحانه رسول الله، یعنی این کیست که ریحانه رسول خدا را نعی میکنه برای ما، خبر شهادت او را آورده برای ما. بشر میگوید من دیدم توجه نداره، بیهوشه. پرسیدم از مردم این زن کیه؟ گفتن این ام البنین مادر حضرت ابوالفضل. ايش عندك يا ابن حذلم من اخبار، ايش عندك يا ابن حذلم من اخبار، صدعت بخبرك صدعت والقلب طار، على حسين قل لي ايش صار ما صار، شارة تريدين الخبر زين، اقعدي وهلي دمعة العين، اليج أربعة بالطف مضاعين. راوي بيقول از او بش قف بن بأو قفتم يا أم البنين عظم الله لك الأجر بولدك عبد الله، يعني أي أم البنين فرزندت عبد الله شهيد شد. قف أي بش من نبرزيدم از عبد الله بمن خبر بمن خبر بدك حسين كجاء، بهو گفتم ای ام البنین خدا رحمت کنه جعفر فرزند دو، گفت من نپرسیدم از جعفر خبر بده از حسین، گفتم عثمان شهید شد، گفت من نپرسیدم به من خبر بده حسینم کجاست، تا گفتم یا ام البنین عظم الله لك الأجر بولدك أبي الفضل العباس، قال مالت وسقط الطفل من على كتفها وقالت لقد قطعت دياب قلبي، أخبرني عن الحسين أحي هو أم ميت؟ بأوقفتم أي مات أم البنين خدا بتو أجر بدب فرزندت ابو الفضل، میگوید دیدم اون مادر اون خانم خم شد، فرزند او از روی شانه او به زمین افتاد، گفت ای بش دلم شکندی از حسینم خبر بده. قال لها عظم الله لك الاجر بابي عبد الله حسين، ضربت على رأسها ونادت وحسينا، رحم الله من نادى وحسينا، وسيدا بأو خبر دادم كحسين شهيد شد بسر خود زاد صدا زد و حسینا فلا نسیت حسینا و حسینا فلا نسیت حسینا، اقصدت مو اسنة الاعداء غادروه بكربلاء صريعا، لا سقى الله جانبا
کربلا راوی میگوید هر روز ام البنین چهار قبر ساخت در بقیه هر روز از صبح می آمد روی اون چهار قبر می نشست گریه گریه می کرد تا شب گریه می کرد چقدر این بی بی وفادار بود چقدر این بی بی محبت به فاطمه زهرا به امیر المؤمنین به خاندان علی داشت از صبح تا شب گریه می کرد برای اون فرزندان راوی می گوید مروان حاکم مدینه می آمد گوش می داد به صدای ام البنین گریه می کرد برای گریه او صنعت أربعة من القبور في البقيع كانت كل يوم تخرج إلى تلك القبور تجلس عليها وتقول لا تدعوني ويك أم البني تذكرني باليوث العريض كانت بنون لي أدعى بهم واليوم أصبحت ولا من بني أليت شعريك أكما أخبروا بأن عباس القطيع اليمين بأن عباس القطيع اليمين أبا الفضل أبا الفضل يا من أسس الفضل والإباء أبا يا الفضل إلا أن تكون له أبا ارفعوا أيديكم بدعاء دسهارا بدعاء برداري ساعة استجابة الدعاء بخدا قسم بدهید به حضرت زهرا بی 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 ام البنین سلام الله علیه و به باب الحوائج ابی الفضل العباس علیه السلام این مجلس برادران خواهران تا سه شب ادامه ان شاء الله سه شب دیگر ادامه خواهد داشت ان شاء الله برادر عزیزمون اینجا حاج آقا ان شاء الله ادامه میدهن این مجلس نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك هذا المجلس إن شاء الله إلى ثلاث ليالي أخرى إن شاء الله متواصل ومستمر إن شاء الله أخونا العزيز جناب الشيخ إن شاء الله تاج الدين إن شاء الله هو الذي يفيض في هذا المجلس اللهم يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين يا أسرع الحاسبين يا أحكم الحاكمين يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك يا الله اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها ولا تفرق بيننا وبين محمد وأهل بيته طرفة عين أبدا خداي خدايا بينما بمحمد وآل محمد جدائي ما ينداز خدايا فرزندان ما خانوادهاي ما در پناه تو در پناه امام زمان محفوظ بگردان اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته
ولا هم إلا فرجته، ولا سقما ولا مريضا إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا خوفا إلا آمنته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ثبتنا على الدين، اللهم عجل فرج إمام زماننا، اجعلنا من أنصاره وأعوانه، تقبل هذا القليل منا ومن الحاضرين ومن المؤسسين بأحسن القبول.